اگه میخوای راجع به کنترل تریپس در گلخونه بدونی تو این ویدیو همراه من باش. سلام دوست عزیز، در ویدیو روز گذشته رابطه ارقام مقاوم و کنترل بیماری محصولات گلخونه‌ای رو با هم مرور کردیم. امروز میخوام روش تضمینی کنترل تریپس در گلخونه رو براتون توضیح بدم. قبل اینکه ادامه یه ویدیو رو ببینی حتما این پست رو سیو کن، برای همکارات به اشتراک بذار و اگر از اکسپلور اومدی خوشحال میشم پیج ما رو فالو کنی تا ویدیوهای بعدی پیج ما رو از دست ندی. دوستان عزیز، همطور که میدونید گلخونه دارا باید سعی کنن از پرواز یا ورود تریپس ها به گلخونه جلوگیری کنن. حفاظ های توری کوچیک، حفاظ درها، فیلتر هواکش ها و اتاق های ورودی روند ورود تریپس ها رو کند میکنه و اون رو به طور کلی برطرف میکنه. کارگران با استفاده از جارو یا پمپ های دستی حاوی هوای فشرده باید لوازم و وسایل رو کاملا بشویند. این کار مانع از این میشه که قبل از انتقال سطل ها، جعبه ها و دیگر وسایل به درون گلخونه تریپس ها روی اون بنشینن. تعداد آفتکش ها به سطح رسیده علیه تریپس بسیار اندکه و اونها در مقابل بسیاری از آفتکش های موجود مقاومند. با توجه به عادات تریپس ها، کلیه اقدامات سمپاشی باید سطح زیرین برگ ها و گل ها، قنچه ها و میوه‌های تازه در آمده را هدف بگیرید. شته ها، سفید بالک ها، کنه ها، مینوس ها، کرم سوزنی و تریپس ها عامل اکثر مشکلات گلخونه دارا هستند. این آفات عمدتا به گوجه فرنگی، خیار و کاهو هجوم میبرند. با این همه دیگر حشرات نیز میتونند به گلخونه وارد بشن و مشکل بیافرینند. دوستان عزیز، ممنون که به این ویدیو توجه کردین، امیدوارم که مفید باشه براتون. در پست روز آینده میخوام ممنوعیت استفاده از قارچ‌کش در گلخونه رو براتون توضیح بدم. حتما ویدیوهای پیج ما رو دنبال کنید و خوشحال میشم نظراتتون رو برای من کامنت بذارید و با لایکاتون به من انرژی بدین. ممنون از توجه و همراهی شما.